قشنگه. خیلی زیباست. با کار ایتالیایی هیچ فرقی نداره. فرانسه هست؟ نه خیر. کار کی هست؟ کار یه استادکاری مجسمه ساز ماهر. اسمش چیه؟ مجسمه ساز یا مجسمه؟ مجسمه ساز. حالا شما بپسندید بعد من ایشونو خدمتتون معرفی میکنم. اگه 200 میده من 5 تا میخوام. دیگه کم لطفی میفرمایید. خانم من 300 تومن میخرم. اگه یه مارک ایتالیایی این زیر خورده بود شما از 800 هزار تومن اینو کمتر میخریدین. خب فعلا که آر نداره. در حال قیمتش 400 هزار تومن. خب باشه من آخرش 350 میخرم به شرطی که یکی دیگه برام بیاری. مبارک. تو دیگه کی هستی مریم؟ بدبخت دونه ای 100 تومن میگیره وقت تو 250 تومن واسه خودت برمیداری؟ کارگاه خرج داره. علی فرشته خرجی نداره. 100 تومن بسشه. خودش هم همینو میگه. اصلا من نمیدونم این پسر واسه چی اونجاست. این اگه انقدر شعور داشت با این همه هنر میرفت خارج اونجا رو چشمشون نگهش میداشتن. ما هم چشممون نگهش داشتیم. واسه ما اونجاست. علی شتی قسمت ماست. مجسمه ساز نابغه. سلام مشان جان خوبی؟ اینو باید تحویل میدادیم امروزا؟ چشم سلام علیکم. سلام علیکم. نیست بنو خونی خود استراحت. چرا قول میزنی؟ هر چی بیشتر کار کنه بهتر میشه. بابا خیلی فردا مشکل پیدا میکنیم. الو. مشکل؟ بله. بله. سلام. سلام. نه روی قهوهش. سلام خانم. سلام. بابا پارچه دو رو که بیشتر نداره. سلام. سلام. آره همون روی قهوهش رو بکش یه دوشت. قربانت خداحافظ. علی آقا. بله خانم. بیا بالا کارت دار. سلام. فرشته رو فروختم. دو تا دیگه هم سفارش گرفتم. اینا هم. Tieni, proteste testo. چی؟ هیچی قابل نداره چون من که لازم ندارم. تو مگه کار نمی کنی؟ بله. چرا هدف سر پول گرفتن رو در بایسی داری؟ پول تو بگیر دیگه. گراتیا. بله بله باشه چشم خدا. سلام علیکم. سلام. کی بود تلفن نقمه؟ آقای فرهانی گفت کمد آباده رو آینه نزنی. مامانت هم زنگ زد گفت عصر زود بیا خونه. چی زود بیا خونه؟ هزار تا کار دارم. نه بابات گفت من بمونم. باز گریه کردی؟ نه چرا دروغ میگی دختر با دایی چیزی گفته؟ نه به خدا بابام چیزی دارم. تو پس حتما زنش شغلی کرد.
مامان برای چی گفت زود برم خونه؟ گفت قراره برات خواستگار بیاد. بازم خواستگار؟ بابا دیوونه هن اینا. من با این وضعیتم خودم باید برم زن بگیرم، شوهر میخوام چیکار؟ ناشکری نکن. برو بریم تو هم. من شوهر بکن نیستم. ما خانواده کوچکی هستیم. من و خانم، دخترم مریم، یه پسر کوچکم دارم که خیلی شیطونه. ذکر خیر شما رو شنیده بودیم قربان. ما هم خانواده کوچکی هستیم. پسرم، دخترم که تو لندنه، البته همانجونم تو آلمان زندگی میکنه. ایشون قصد داشتن که برای زندگی آیندهشون یه دختر ایرانی رو پیدا بکنن. مریم جین تشریف نمیارن؟ مریم پدرشو بازنشسته کرده، خودش کارگاه اداره میکنه. خب جوونه و فعال. آقای یزدانی فقط گهگاهی به مغازه سر میزنن. دخترها این دور زمونن دیگه، ماشاءالله همشون کاری هم. فکر کنم دیگه کم کم پیداشون میشه. خواهش میکنم، بفرمایین. بفرمایین خانم. خواهش میکنم، میل کنین، تعارف نکنین. من جان، بفرم. سلام. سلام. چطوری؟ کجا بودی تا حالا؟ بابا پدرت رو در میاره. ساکت باش بینم. پسر مهندس کامپیوتر میخواد به حرفت آلمان میری؟ آره، 14 صبح. ببخشی. خواهش میکنم. الان خدمت میرسم. با اجازه. خواهش میکنم. با اجازه بابا. آخه تو خجالت نمیکشی؟ هیچ معلوم از کجایی؟ ماما به خدا تا الان کار میبردیم از کارگاه. برای چونه تو؟ ما دوستا تره کرده میکردی ماما؟ خیلی خوب، حالا لباسات عوض کن، یه سینی چایی هم بریز بیار تو سالن. چشم. مثل همیشه چاییات کمرنگ نباشه ها. چشم. نوی پشو یه چند تا چایی بریز. ببخشین مریم الان لباسش عوض میکنه، با چایی خدمت میرسه. خیلی ببخشین. آقا دیگه شوهر بکن نیستی، واسه این بدبخت ها میرسه نگاه. کارتو بکن. مگه واسه من خواستگار اومده؟ واسه تو اومدم. فکر کن برای تو اومدم. آخ چون مگه میشه؟ سلام، خیلی خوش اومدی. ببخشید دیر کردم من. بفرمایید پدر. اونجا. بله. مریم جان، شما چرا لباستون عوض نکردین؟ آخه گفتم معطل نشن دیگه. مریم، بله. بله. بفرمایید. بله. الو مریم جان سلام. ببین سری خودتو برسون بیمارستان لبنان. بیمارستان؟ بابا این دختری دیوانه قرص خورده، خودکشی کرده. چی؟ نغمه؟ اوه اوه سوخته. سوختم. چی شد؟ چی شد؟ آتیش داره. چی شد؟ چی شد؟ خب خانم من گوش بدین. خانم شما خود درمایی دیرم از چه خاکی سر کنم. کجا خانم؟ سلام، چی کار کردی؟ یه آدم قرص خورده تو اتاق بالا، بی حال افتاده بود، یه بند پاکت قرصم تو دستش بود. حالا چطوره؟ بهتر. سلام. سلام. دیدی چه خاکی به سرم شد؟ تا به کشتنش ندی خیالتون راحت نمیشه دیگه. تو هم وقت گیر آوردی؟ حالا کجاست؟ همین انتهای راه رو سمت راست تا. کجا ایزا؟ دختر دایش من. چطوره؟ نگران نباش، چیزش نیست. مسمومیت دیگه به خالا بیاره. چی میشه حالا؟ هیچ خوب میشه. عقل نداره دیگه. اگه عقل داشت که این کارا رو نمیکرد. دیوونه. مامان جون، آی نمیتونم راه برم. اگه دختر ایرونی اینه. آره نخواستی برو برو همون آلمانیشو بگیری. من واقعا متاسفم. چی چی آقا متاسفم؟ متاسفم مسخره بوده داره بودم. متاسفم متاسفم. شما که گفتی حالش به هم خورده. خب حالا میخوای چی کار کنی؟ گوش رو بده من. ببرم دختر دیوونه، مگه مردم مسخره تو هستن؟ مریضه که مریضه، نغمه رو بهانه کردی بذارید دری پدر سگ. انتظار نداشتیم که جلو مهموناتون بگم دختر داییم خودکشی کرده چون خواستگار نداره. چی؟ خ...
خودکشی کرده؟ بله. الان حالش چطوره؟ بهتره. بگو ببینم بیایی خونه؟ بیام دیگه. خداحافظ. چرا؟ مریم چی کار فکر میکنی؟ هیچی، میگم اینا حالشون نیست. دختره داره دق میکنه و بعد حالشون رو روشن کنه. مریم ها، چه حرفشو گوش میکنی؟ تو میگم بده. چی میخوای بگی؟ هیچی، میخوام بگم دخترتون باید شوهر کنه. تو اگه بیل زنی؟ داداش خیلی خوب. لا اله الا الله، خودت برو شوهر کن که این دوتا رو داری دق میدی. راست میگی. چی راست میگی؟ راست میگه دیگه. دایی جون، من اگه کسی رو پیدا کردم که دوستش داشته باشم ازدواج میکنم، نگران من نباشین. اگرم خواستگار میاد تو این خونه و میره، من هیچی نمیگم، برای اینکه دل پدر مادرم نشکنه. ولی دختر شما دوست داره ازدواج کنه، چرا نمیفهمین؟ بده مریم، خودکشی کرده. خودکشی اون ربطی به ازدواج نداره، اون مشکل روحی داره. از موقعی که مادرش فوت کرد. چرا بهانه میاری دایی؟ مادرش 12 سال پیش فوت کرده، تحمل زن شما رو هم نداره، میخواد از این خونه بره بیرون. صدا تو ببر. راست میگم دیگه. مامان کلاس آشپزی و شیرینی پزی و نقاشی و خیاطی واسه چی میره؟ شوهر میخواد دیگه. به زور اجازهشو گرفتیم بردیمش سر کار، نشد. نمیذاری جون بخوره، بکن نکن بکن نکن. چرا اینه بچه‌ها باش رفتار میکنین؟ بذارین بره بگرده یکی رو پیدا کنه دیگه. ببخشین، دختر من مگه گربه است که بره تو کوچه یکی رو پیدا کنه؟ دختر من عین خانم تو خونه میشینه تا بیان خواستگاریش. همین 33 سالشه کسی نیومده، بازم بشینه؟ شاید کسی نیومد. دایی جان میخوای دیوونش کنی؟ میگی چیکار کنم؟ آبجی دوره بیافتم تو کوچه و خیابون که بیاین دختر منو بگیرین؟ این چه حرفیه داداش؟ لازم نیست دوره بیافتین. بالاخره همینطوری که پسرا میگردن یکی رو پیدا میکنن، دخترم باید بتونن دیگه. والا من نمیدونم اصلا این چه رسم مسخره ای که دخترا باید بشینن تو خونه تا یکی بیاد خواستگارشون. شاید هیچکی نیومد. خب چیکار کنم؟ خودکشی کنن. این چه حرفیه میزنی دختر؟ چیکار میشه کرد؟ این یه رسمه. به جهنم که رسمه. من خودم خفه شدم انقدر از این در آدم بی خود اومد تو که این گوسفند منو بخره. خیلی دلت بخواد. خیلی دلم میخواد. هیچ چاره ای نداری دایی. شما برای نغمه خودت باید بری خواستگاری. بله. چی؟ بله، هیچ اشکالی نداره. زشته دختر. زشت اونه که یه دختری که خواستگار نداره خودکشی کنه. ای بابا نفهمیدم چی شد؟ ایا کن دختر، دیگه داری غلطای زیادی میکنی. مصطفی به دختر بگو جلو دهنشو ببنده. بلا کار دستش میدم. جلو دهنمو نمیبندم. کارم میخواین دستم بدین بدین. مریم چرا متوجه نیستی دایی دختره داره از دست میره؟ به خدا اگه راضی نشی خودم میرم براش خواستگاری. تو غلط میکنی تو زندگی خصوصی دختر من دخالت میکنی. دختره تو دختر دایی منم هست. هر چی قصر و ضعف و بدبختی داره اصلا مال منه. تو دیگه صداتو ببر. اومدیم خونه خاله، دلمون باز شه. گوش بده. دلمون پوسید. ببین خان داداش گوش بده. ندارین یا ندارین اینجا آقا جان گوش بده ببین چی میگم. آخه تو خجالت نمی کشی؟ نه خجالت نمی کشم. از نظر من اگر یه دختری بخواد بره خواستگاری یه پسر هیچ اشکالی نداره. واه واه مرس، چه اشکالی داره؟ تو کی میخوام بشینین یکی بیاد خواستگاریتون؟ دیوونه، این یه رسمه. رسمه که رسم عوضش میکنی. هندوستان هم رسمه دختر رو میره خواستگاری پسر رو. اونجا هنده. هنده که هنده، مریخ که نیست، تو همین کار هست دیگه. بابا این مملکت پر شده از دخترهای بیشوهر مثل دسته گل ترشیده. نشستم منتظر تا پسرها بیان خواستگاریشون. یه پسند نه یا نپسندن. میخوام 100 سال 30 نپسندن. خب حالا چی میگی؟ بابا میگم میخوام بریم خواستگاری نغمه تو دوباره خودشو نکشته. جدی میگم خب حالا میخوای چی کار کنی؟ کی؟ کی؟ نمیدونم کی. شما بگین کی. یه لیست مینویسی؟ مثل مادرهای اونا که برای ما لیست مینویسن. اون لیست مینویسن. بگی اسم بگی. آگه اینجوری اول از خودش بپرسه این کیو دوست داره. آرنولد. چرا میخندین؟ راست میگم. جکی چان، آمیتابا چان، چی میدونم اینا رو دوست داره دیگه. دلش کنی عاشق آرتیست های خارجی. بهش میگم دیوونه آدم مگه عاشق عکس میشه؟ واقعا اگه داری لیست مینویسی ها، من یه پیشنهاد خیلی خوب دارم. خب بگو. جان خودم این صفحه. مسخره نکنین، جدی دارم میگم. جهنم بگیم صفدر. من میگم هیدر خوبه. این وانیتا که پار میاره چطوره؟ محمودو میگم. پژمان چطوره؟ پژمان
ما. ارجنگ هم بنویس. ارجنگ اکبر احدی. اکبر احدی زن داره؟ زن داره. بنویس مهرداد. مهرداد بدبخون بیکاره. بیکار حمید. نه دسته به زن داره. جمشید. جمشید اونم که بهش میاد معتاد باشه. پریدون. نه نه اون خیلی هیزه. علی شوتی. راست میگم خودش. خوبه غیزه شوته. خوبه علی شوتی. نه دیگه خانم میشه تو ببر. مریم تو جدی جدی میخوای بهش بگی؟ نه مگه من شوخی دارم. ببخش دل من باورم نمیشه. خیلی سر به خدا. خدا ولی من برای دعا میکنم. نمیخواد در من دعا کنی. نه نه خدا کن. مواظب خودت باش. بیا دیگه خانم. ای حرف نزن داریم صحبت میکنیم. خدا حافظ. علی آقا. بله. میشه بیام تو؟ اجازه بدید الان میام. این چیه؟ این هیچی، یه کار شخصیه که برای دل خودم انجام میدم. بچه ها میگفتن یه سال روی مجسمه کار میکنی، همینه؟ بله. میشه ببینم؟ نه نمیشه. چرا؟ آخه عرض کردم خدمتتون خصوصیه. ها میخوای تمومش کنی بعد نشونمون بدی. فرشته است؟ بله فرشته است. تموم که شد میخرم ازن. قابل شما رو که نداره ولی این قیمت نداره. سونو بندلا ماریا میدونین ایتالیایی ها میگن. بشین کارت دارم. بلا یه مشکلی برای من پیش اومده. یه موضوع انسانیه. میخواستم ببینم که میتونم رو کمک شما حساب کنم. خواهش میکنم. من اینو خرج نکردم. یه مقدارم خودم دارم. اجازه بدید. من پول نمیخوام. گفتم که یه موضوع انسانیه. یه نفره که شما فقط میتونی بهش کمک کنی. در صورت اینم هست. ببین یه ماجرایی شده. ماجرای خودکشی نغمه رو که میدونی؟ بله. ببین این دختر خواستگار نداره اصلا. ما هم همه خیلی دوستش داریم. میدونی که نغمه دختر خیلی خانومیه. خیلی خونه داره، خیلی محجوبه، خیلی انسانه. فرشته از نغمه خانوم واقعا. واقعا. برای همین ما برای اینکه بختش باز بشه و به پدرش ثابت کنیم چجوری بگم. ببین یه رسم اجباریه که حتما پسرها باید برن خواستگاری دخترها. حالا اگه یه دختری خواستگار نداشتی چی؟ چه ایرادی داره دختره بره خواستگاری پسرها؟ عیبی داره؟ ایرادی نداره. آفرین. من خیلی خوشحالم که شما اینطوری فکر کن. خواهش میکنم. برای همین میخواستم که ازت خواهش کنم که اجازه بدی ما برای نغمه بیام خواستگاری شما. خواهش میکنم. بفهم. ببخشید چی فهمیدی؟ نه نه ما میام خواستگاری شما اما فرمالیته الکی. حالا چرا من؟ خب برای اینکه شما آدم خیلی خوبی هستین. اینم که یه کار خیره. برای اینکه پدر مادرش متوجه بشن که میتونن براش برن خواستگاری. بعدم فرمالیته است دیگه. اومدیم اون یه دفعه جدی شد اون وقت چی؟ نه 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 من به شما قول میدم شما تو خواستگاری میتونه جوابت منفی باشه. من که خودم 100% جوابم منفیه. من تا حالا چرا نقم خانم؟
گفتم که نغمه خواستگار نداره، بابای اونه که باید باور کنه میتونه بره خواستگاری برای دخترش. میدونم، یعنی شما در واقع میخواین به پدرش ثابت کنی که این کار ایرادی نداره. خب واقعا هم ایرادی نداره، یعنی چه دختر بره خواستگاری پسر، چه پسر بره خواستگاری دختر. به نظر من مهم تفاهم و عشقه، ولی حالا که فرمالیت هست نمیشه یه کس دیگه ای بیاد. پس کی بیاد؟ چه میدونم، مثلا یه نفر دیگه، مثلا خود شما. من؟ فرمالیت هست دیگه. نخم حالا تو چند عصبانی؟ برای که بچه پروی بیجم نمیگه شما بیا خواستگاری من. خب بدق آدمه، عقیدهشو گفته. غلط کرده زپرتی جلومبر، خدمتش میرسم. بدبخت، حالا چرا واسش خط و نشون میکشی؟ یه کاری خواستی؟ گفته باشه. آخه یکی نیست بگه بچه پرو روزی صد تا بهتر از تو رو که هیکلتو میخرن آزاد میکنن سرشون رو میکوبونن به تاق. به من میگی تو بیا. خب برو. من نمیگفتی علی بچه باهوشی مجسم ساز قهاری و نمیدونم تمام کارگارو دستمون میچرخه؟ اوایلش که میگفتیم علی شد که بهت بر میخورد. خب حالا چی، برم خواستگاریش؟ خب کارگر کار میکنه پولشو میگیره دیگه، زرت و پرت میکنه واسه من. بهش میگم مجسمه که ساختی ببینم، میگه آخه این کار شخصیه میدونین. میگم خیلی خب حالا قیمتش چنده من میخرم ازت. میگه آخه میدونین حول ایتالیا یا قیمت نداره بچه پرو. خیلی خب حالا ولش کن، بالاخره آخرش واسه خودت میری خواستگاری یا واسه نغمه؟ گمشون یه فرق، خب معلومه برای نغمه. تو کجا؟ این خانم مهندس تو چوبت کجا؟ مرگرم! این جونجا مارتنی کجا؟ مرگرم! آقا دایی چون اومده سراغت رو با تو فرار کنی؟ گفتی بابا؟ خب تو سر فرار کنی؟ فرار کنی که الان میکشی شما رو. منو بری دیگه رو دایی میگم. شما مشکلی داری به من بگو. واسه تو بره خواستگاری که موندی به اون چرا؟ شما کاری داری به من بگو. به اون چرا؟ چیکار داری واقعا جلاله؟ هر مشکلی به من بگو. زشته دایی. حالا تو میگیرم. حالا ببینی. ببین اون رئیس موسق نداری باشی اینجوری صحبت کنی. به تو چه مربوطه؟ من همه کار اینجا نماینده اونم. فهمیدی؟ اون دخترم اونم خواهر زادمه. هر چی. رئیس منه. رئیس منه اینجا. الهی ببینی تو. هیچی بابا، با هزار بدبختی آرومش کردم. میخواد زنگ بزنه مامور بیاد. خب حالا چطوره؟ خوبه، یه دو ستای بخیه خورده. شانس آوردیم برام علی سرش نیومد. بذار من برم ببینمش. بابا بشین ببینیم بابا تو هم. عادت شما خیلی عصبانی ها. بیخود عصبانیه. خب بابا بدبخت راست میگه دیگه. پاتونو میذاره دم شیر. بدبخت میخواد صداش هم در نیاد. آقا محسن راست میگه. هر مردی دیگه هم که بود این بی‌ناموسی رو قبول نمی‌کرد. چی میگی مشتاق؟ میگم بابات اگر بود این دایت همین کارو می‌کرد. ابدا. دایی من قدیمی فکر میکنه اما پدر من روشن فکره. گفتم وایسا. اگه روشن فکری اینه که من به طور بابا میخندم راست. بابا! مرگ! مار بابا. من باید بگم. الکی شده بعد بگم. ببینم. وایسا بعد بگم وایسا. بابا من بره که دایی تو حرف بفهمه. نه. بده به من اون دو آکشاته میخوام صد دارست یا نفهمه بیدی بی من دیگه خود چی بگی دیگه بگی بشین برای قلبت خوب نیست بشین ای بابا چه ربطی به آبرو داره نداره نه داخل کدوم پدر بی غیرتی رو سراغ داری که برای دخترش بره خواستگاری
صد تا خواستگاراتو رد کردم، حالا برم در خدا کیو بزنم که لیاقت تو رو داشته باشه؟ راست میگه دیگه. چی رو راست میگه؟ پدر، من آدمش رو انتخاب کردم. اه، پس همه اینو بازی بود. ایشون آدمشون هم انتخاب کردم. بابا، علکیه. اروا احمد بیباره گمشو خواستگاری همون که دلت میخواد. واسه من یکم گنده کرده. پدر جون، من که چیزی نگفتم. فیلش کن، چیکارش داری؟ رو حرف من حرف نباشه، از خونه من برو بیرون. سلام علیکم. تو اینجا چیکار میکنی؟ واسه من والگوش فرستادی؟ نمیری جلال، که هر چی میکشم از دست تو میکشم. ده؟ به من چه؟ جلو دختره یا که یه دونه تونو بگیرین؟ پرروش کردین؟ دایی درست صحبت کن اینا، تو دیگه حرف نزن. جوجه داروزه رو نگاه کنه، واسه من دام در برده. شکونه میگه؟ ببین جلا، یا تو ملک تو بفروش یا من، از هم سوا میشیم خلاص. ما همسایه های خوبی واسه هم نیستیم. میفروشی؟ خریداری؟ بله. چکشو بنویس. چشم، چکشو مینویسم. اما اول باید ببینم این دختر خانم جنابالی کی میخواد بره خواستگاری. به زودی؟ مبارکه. ببین جلا، کاری نکن کلامون تو هم بره ها. تو چرا آتیش بیار محرکه زدی؟ خب دخترت آبرو منو برده؟ دختر من خواستگار نداره، صد تاشو میریزم تو گونی میذارم دم در. خب یک شور نگر داره، اینقدر بذر و بخشش نکن، قائل حله. زرشک، تو که طرف اونو داری که آبجیمام که وایساده صاف صاف داره رو نگاه کنید دیگه. من از این خونه میرم. نبیهید اون مانتوی منو بیار. شما چرا بری؟ من میرم. کجا میری؟ وایسا ببینم کجا میری. میرم، ولی به همتون ثابت میکنم آسمون به زمین نمیاد اگه یه رسمی عوض شه. عوضش دختراتون ترشیده نمیمونن. وایسا ببینم. مامان شما همش جنگ دارین، من میگم این دختره حالش بده. به تو میگم وایسا. حالا ببینم خواستگاری کی میخوای بری، اسمش چیه؟ اسمش برو بیرون. چشم، برو بخواهم ببینم اسمش چیه، کیه، کجا میخوای برو دیگه. برین گم شینم اتون، دیوونم کردیم. آخه بابا چجوری موافقت کرد؟ با سه تا چای پررنگ، پررنگ و داغ. واقعا میخوای بری خواستگاری؟ به شرطی که قول بدی به بابات هیچی نگی تا من کارا رو رو برام کنم. نغمه دهنتو ببندی. ها کجا میای شما؟ بریم تو پایین شکمت کجا میای؟ زشته، میخوام بیام. تو رو خدا زشته. علی آقا، علی آقا. سلام خانم. ضبط خاموش کن. سلامت باشی. یب ضبط تو خاموش کن. بله ببخشید. علی آقا یه خواهشی ازت داشتم. میدونم. چی میدونی؟ همون جریان خواستگاری دیگه. شما در واقع میخوایم بیان خواستگاری من. من راضیم. قلبن، کتبن، شفاهن. علی آقا فرمالیت هست ها؟ همون فرمالیته میگه. پس پدر مادرتو راضی کن. از خودشم بود. بدبخت پدر مادرش رو چی کار میکنه؟ چی میخواد بهشون بگه؟ خانم یزدانی ببخشید، من یه مشکلی داشتم که باید خصوصی به خودتون بگم. خصوصی؟ همه میدونن کار انسانی امر خیره. آخه شما اگه مسئله داری همجا بگو. پس میتونم بشینم؟ بفرمایید. بشینیم. اجازه هست؟ بشین. عرض کنم من، یعنی شما از من خواستین که پدر مادرم رو راضی کنم، اما متاسفانه من پدر مادر ندارم. یعنی بچه که بودم اونا رو از دست دادم توی حادثه وحشتناک. ما تو شهرستان زندگی میکردیم، یعنی در واقع توی روستایی.
یه شب بارون گرفته بود، ما خواب بودیم، یه دفعه دیدیم صدای گروپی اومد، همه خواب پریدیم، نگاه کردیم دیدیم یه گوشه سقف ریخته رو خواهر کوچیکم، اون مرده بود. هم دست پامونو گم کرده بودیم، نمیدونستیم چیکار کنیم، از خونه زدیم بیرون، مادرم جیغ میکشید، دویدیم به سمت کوه، دیدم زیر پام داره میلرزه، فکر کردم زمین لرزه است، نگاه کردم دیدم از کوه داره سیل میاد، جیغ میزدم مامان مامان، هیچی نفهمیدم، انگار بیهوش شده بودم، چشمو که وا کردم دیدم گیر کردم به درخت، پدر مادرم سیل برده بود. ببخشید من نمیخواستم ازتتون کنم، فقط گفتم که شاید اگر توضیح بدم عذرمو بپذیرین. برو اجازتون. علی آقا. بله خانم. کت شلوار داری؟ نه خانم. عیبی نداره، یکی میخریم، یه پدر مادرم پیدا میکنیم، فرمالیت. خوبه؟ کچلوال هم بهت میاد یا فقط اینه بود اماده شده بود. حالا شما همه این کارا رو کردین درست، ولی مادر من هرگز قبول نمی کنه، محاله. من راضیش میکنم، مامانت رو حرف من حرف نمیزنه، یه ساعت دیگه میاد میشینه اونجا میگه هیچی هم نگه، خودمون حرف میزنه. پدرتون اگه بفهمه که مادر نیلوفر مادر من نیست که خیلی بد میشه، پدر منو در میاره. اولا که پدر من همه چی رو میدونه، مهم اینه که جلال نفهمه، اونم که خانواده نیلوفر رو نمیشناسه. میگم مقبه بهش نگه. ای بابا شما چرا اینقدر میترسین؟ من بعد حالم بد باشه که میخوام برم خواستگاری آقا پسر. ببخشید علی آقا. خواهش میکنم بفرمایید، پذیرایی کنید از خودتون. ببخشید این خانم محترم صابخونه هستن، البته شما لطف میکنید، ولی شما چرا تعارف میکنید؟ والا اصلا ما بعد موقع مزاحم خانم فرمانی شدیم، امروز دندون پزشکی بودن، لثه‌شون رو جراحی کردن، به خاطر همین اصلا نمیتونن صحبت کنن، یعنی دکتر گفته اصلا صحبت نکنن. واقعیتش اینه که خانم فرمانی الان دیگه دور زمونه عوض شده، قدیما بزرگترها هرچی میگفتن بچه ها گوش میکردن، ولی حالا هرچی بچه ها میگن بزرگترها گوش میکنن. خب جگرگوشه شونن دیگه. البته همه اینجوری هم نیستن، خود بنده دخترم رو حرفم حرف بزنه حساب کار دستشه. شوخی میکنن، ایشون هم چند وقت دیگه برای دخترشون میخوان برن خواستگاری مثل من. اصلا هم اینطوری نیست، من اصلا موندم چطور شده پدر ایشون تن به این خفت داده. خان داداش مهم اینه که پسر دختر همدیگر دوست داشته باشن، حالا بقیهش که رسم و رسومه. خب حالا چرا عروس خانم تشریف نمیارن؟ ببخشید آقا داماد، مصطفی جونو تو آدم اشتباه میکنه. پسر خانم فرمانی یه خورده خجالتی هستن، الان میرسن خدمتون. علی آقا، علی آقا تشریف نمیاری؟
سلام ارسل، خیلی خوش اومدین، خیلی لطف کردین، صفا بردین، دستتون درد نکنه. بله بله، خیلی خوش اومدین، ببخشید. بفهم مادر عروس. گفتم مادر عروس. بله ببخشید، من یه مقدار هول شدم دفعه اولمه، بلد نیستم. خانم بفهم، ببخشید من دفعه اولمه یکم هول شدم، این میلرزه، چون این میلرزه نریزه خوبه. بفهم حالت خوبه؟ من بله خوبم. جناب یزدانی چطوره؟ خوش میگذره؟ بسه که به شما بیشتر خوش میگذره. به لطف شما. مادر بفرم، دندونتون خوبه؟ سلامتی. نیلوفر خانم، بله آقا جلال بفهم، بنده نمیخورم دیگه. گذشته ها گذشته، شما فراموش کنین. گفتم میل ندارم. آقای محترم، ایشونم نمیخورم. بفرمی. آخه دایی من چند روز پیش به خاطر یه اشتباهی که من کرده بودم با پسر شما یه بگومگوی داشتن که الحمدلله رفع شد. هیچ هم رفع نشده. من نه از ایشون خوشم میاد، نه از این وضع مسخره. جلال جون چایی تو بخور. ببین مصطفی، روی در نوشتن منزل آقای رسولی، اون وقت خانم شما رو صدا میکنن خانم فرمانی. اصلا کل ماجرا مسخره بازیه. ببینم خانم، شما که مدعی هستین شازده پسرته، دوست نداشتی باشش بری خواستگاری ها؟ چرا ولی؟ بفرمی. حالا چه فرقی میکنه؟ مامان خودتون گفتیم فرقی نمیکنه. درستم شما دندون پزشکی بودیم. یعنی شما حرف دخترتون رو تایید میکنی؟ یعنی دخترتون راست میگه؟ بله. بفرما، ایشون دختر ایشونه. یعنی نیلوفر خانم میشه خواهر ایشون؟ بابا مثلا مسخره بازیه. من از اون اولم میدونستم که یه پای قضیه میلنگه. بلنش بریم دختر، من اینجا نمونم. کجا داری میریم؟ بشین جلال. آخه بشینم که چی؟ این پسره کس و کار نداره. مواظب حرف زدنتون باشین آقا، دلم نمیخواد اینجا مسئله پیش بیاد. چه این خونه خونه این من باشه که هست، چه این خانم مادر من باشه که هست، چه هر چیز دیگه ای. این خانم اومده خواستگاری بنده، منم میخوام با ایشون ازدواج کنم. ایرادی داره؟ نه ایرادی نداره. اما این آدمی که من میبینم 100 سال سیاه، به تو جلنبر دختر نمیده. حالا کی گفته من جلنبرم؟ من میگم. واسه اینکه بهت میگن شوتی. رفیقای من میتونن به من میگن شوتی، ولی شما حق ندارین. اگه یه بگید بگین هر چی دیدین از چش خودتون. یه خودی قاپی نیا. ببینم چقدر گرفتی که عروس شده ها. چقدر بنویسم که زبونتون بند بیاد. آقای محترم، ما برای پول اینجا نیستیم. فکر کنیم ما برای چی اومدیم اینجا؟ برای اینکه به شما ثابت کنیم قرآن خدا غلط نمیشه دختر بره خواستگاری پسر. پیغمبر خدا برای دخترش رفت خواستگاری. این خانم خودش هزار تا خواستگار داره، اومده اینجا که به شما ثابت کنه آقا دخترت گناه داره. شما باید اینو بفهمی. این نشون میده که این خانم شخصیت داره، فرهنگ داره، انسانیت داره. این خانم مظهر انسانیته. این خانم مظهر عشقه. مظهر عشق. پسر بی حیا خجالت نمیکشه؟ جلو جماعت برگشته میگه مظهر عشقه. تو هم که خفقون گرفتی صدا در نمیاد. پدر جان چرا عصبانی میشینی؟ شوته، بی خود که بهش نمیگن علی شوتی. اشتباه من بوده. برای چی اینو اخراج کردی؟ تمام کارهای کارگاه رو میگردونه. من نمیدونم. تو که واسه خودت سر خود شدی، برو هر غلطی دلت بخواد بکن. من معذرت میخوام. همین گرفتاریا رو من درست کردم. اجازه بدین برم برش گردونم. گفتم که به من هیچ ربطی نداره، اما اگرم برگشت حق نداری یک کلم واش حرف بزنی. به اینا رو نده پر رو میشن. پسره در نهایت وقاحت برگشته میگه مظهر عشق. پس من با اجازه شما برش میگردونم سر کارش. بیا تو جونم. هستن خودشون؟ اگر باشن تو اتاقشونن.
جایی نمیرن، با کسی رفت آمد ندارن. سرگرمش فقط سازشو این چند تا گلدون من. سازم مگه میزنه؟ علی آقا بله جونم سازم میزنه، مطالعه داره، کارهای هنری از همین نوع سرگرمش. چند سال مستجر شماست؟ علی آقا این پسر منه، خودش صاحب خونه است. بیا تو جونم بفرمی تو. نوزدشی؟ نه خب رود نمیشه بگی اومدی پرسجو. خب حقت عزیزم باید پرسجو بکنی، پسر خیلی خوبیه. منم هی بهش میگم زن بگیر، مرتب میخنده. بفرمو جونم بفرمو. من میتونم برم تو؟ برو تو جونم، ولی دست به چیزی نزنی، یه وقت نفهمی. چشم. من برم برای دیگه چایی بریزم. مرسی. پایینشم بکشم. سلام. من در واقع دیدم الان تو این شرایط کار سخت برام گیر میاد، مثلا همین تصمیم گرفتم که پدرتون عذرخواهی کنم و برگردم سر کار خودم. اینا نیمه تموم مونده، با تموم شه. چیزی شده؟ تا صبح خندیدی. سلام مریم. سلام. فکر میکنه از چی؟ از این دسته چی؟ آخه این چی بود؟ این از کجا آوردی تو؟ چیزی شده؟ نه یه چیزی شده. چی شده مریم؟ من بعد بفهمم این بزمجه کیه. بزمجه؟ بزمجه کیه؟ همین که بهش میخندیدی؟ علی شوتی. سرشو گرم کنیم، باید کیفشو بگرد. علی شوتی. علی آقا مذر بخوام یه لحظه. معذرت میخوام علی آقا، این با تاق محسن ما یه مشکل پیش اومد، اگه ممکنه کمکش کنی. کجا؟ تو حیات. Thank you.
معامله کردم با یه آقایی که نمیشناسمشون، میخواستم ببینم که ایشون موجودی دارن. اسمشون؟ علی فرمانی. فرمانی. مبلغ چکشون؟ 2 میلیون. موجودی دارن؟ ببخشید من اشتباه کردم، میخواستم ببینم که ایشون 20 میلیون هم دارن. دارن، موجودی دارن. 20 میلیون؟ اله شدی 20 میلیون پول داره؟ بپرسی 20 میلیون چطور؟ 200 میلیون. آقا خیلی معذرت میخوام، من یکم حواس پرتی دارم، مبلغو به ریال گفتم، مبلغش 200 میلیونه. دارن، بیشترم دارن، وضع حسابشون خوبه. ببخشید ایشون به قیافشون نمیاد اصلا. این حساب 2 امضا است. اگر فرمانی بزرگ پولشون از بانک ما بکشن بیرون کار ما لنگه. فرمانی بزرگ؟ بله، پدرشون. پدر؟ اسم شما چیه خانم؟ مریم. خانم واقعیت اینه که علی جان 2 سال ما رو رها کرده و رفته. مادرشم که حالا روزشو میبینید. حالا من از شما خواهش میکنم، چون میدونم علی از شما حرف شنوی داره، شما یه جوری متقاعدش کنید برگردی بیاد سر خونه زندگیش. ببخشید من فکر کنم شما اشتباه میکنین، علی که راجبش صحبت میکنین فکر نمیکنم اون علی باشه که ما میگیم. بله اون یه پسر خیلی ساده است، اصلا وضعش خوب نیست، یعنی اصلا بهش نمیاد پسر شما باشه، ما بهش میگیم علی شوتی. ببخشید علی فرشته. ایتالیایی حرف میزنه؟ لباسای شندره پندره میپوشه؟ آره حرف که نمیزنه، بیشتر اداشونو در میاره. ببخشید شماره حسابش 6718 بانک ملی شعبه. بله خودشه. ببین دخترم، تو این پسر رو نابود کردی، به روز سیاش نشوندی، دیوونش کردی. من؟ چرا بهش نمیگی دوستش داری؟ ببخشید من اصلا متوجه نمیشم شما چی میگی. بچه من پاکه، پاک و رو راست، عمیق، دلسوز. 10 سالش بود پدرش فرستادش ایتالیا، تو مدرسه خصوصی کاتولیکا درس میخوند. اون میومد ما میرفتیم، ایتالیا رو مثل کف دستش بلد بود. من که میرفتم اونجا منو به زور میبرد میگردوند، برام پیتزای ایتالیایی درست میکرد. بعد نمیدونم یه مدتی از همه بری، اخلاقش عوض شد، از ایتالیا بدش اومد، اومد ایران، از همه چی بد میگفت، هر چی ازش میپرسیدیم هیچی نمیگفت. از وضع لباس پوشیدنش معلوم بود که نگاهش به زندگی عوض شده. نماز میخوند، شعر میخوند، کتاب میخوند. عرفانه چیه؟ از این چیزا. بعد از اتمام دانشکده هنرش فلسفه میخوند. گفتم اگر ازدواج کنه حتما حالش بهتر میشه، چند تا دختر پدر شأن خودمون باشن براش انتخاب کردم، ولی حالش بدتر شد. والا از شما چه پنهان، بردم ایش سر کار، بلکه سرش گرم بشه و به خیلی چیزا فکر نکنه. ولی متاسفانه بدتر شد، حتی طوری شده بود که با شنیدن پول و پولدار جماعت حالش بد میشد. بعد نفهمیدم چطور شد که دوباره حالش خوب شد. با منی که همیشه جر و بحث داشت بغلم میکرد و به ایتالیایی یه چیزایی به هم میگفت. با هم کشتی میگرفتیم، کرخر کمدی الهی دانته رو به ایتالیایی حفظ بود. شستم خبردار شد که عاشق شده، نشستم زیر پاش، نگفت و نگفت. نمیدونید چقدر صبوره. پاپه شدم تا یه شب گفت یه فرشته پیدا کردم، یه فرشته روی زمین، یه دختر ایرونی واقعی. گفت اسمش مریمه. Madam.
سلام. سلام مشا جان. علی فرشته رفت؟ نه خانم، تو کارگاه داره کار میکنه. اه؟ بله. نترس علی آقا، منم مریم. سلام مریم خانم، شما اینجا چیکار میکنی؟ داشتم راحت میشدم، اومدم یه سر به مشرجب بزنم. شما چرا موندی؟ من در واقع این پتو رو شما زحمتش کشیدین؟ من یه مقدار کارم طول کشید، گفتم که بیام استراحت کنم، خوابم برد. برای چی اینقدر کار میکنی؟ بالاخره ما فقیر فقرا باید یه جوری نونمون در دیگه، چاره ای نیست. راست میگی؟ بله. حوصله داری؟ حوصله چی؟ میخواستم یه کاری برام بکنی. خواهش میکنم، در خدمتم. فقط خواستگاری که نیست، چون واقعا امروز من به زور استخدام شدم. میدونی من نمیخوام آقای یزدانی هم یه مقدس من ناراحت باشن. نه خیر، میخواستم یه طرح ازم بکشی. آخه من که طراحی بلد نیستم. میبینی پس اینا چی هست؟ اینا که در واقع طراحی فرشته هست، یعنی من برای کارم استفاده میکنم، ولی کلا با سوژه زنده تا حالا کار نکردم. یعنی کاغذ داری؟ نه خیر. حالا حتما باید بکشم؟ بله. چشم. بعد ممکنه زیاد جالب نشه، ناراحت نشه. همینقدر بلدی؟ بله. باشه، مرسی. من گشنمه. من یه مقدار نون پنیر دارم، اجازه بدید براتون بیارم. نون پنیر نمیخوام، میخوام منو شام ببریم بیرون. شما با من؟ کجا؟ رستوران ایتالیایی. حالا چرا ایتالیایی؟ میبخشید مریم خانم، من واقعا دوست داشتم که
امشب یه رستوران ایتالیایی، یه شام ایتالیایی مفصل مهمونتون میگردم. ولی خب شرایطمون دیگه خودتون میشناسید. من اصلا جدی نگفتم. من اصلا راضی نیستم شما تو خرج بیفتید. اختیار دارین کدوم خرج؟ یه شب که هزار شب نمیشه. به هر حال همیشه میگن پول چرک کف دسته، میاد و میره. الان 20 قرنه که این پول همینجوری داره تو دست مردم میچرخه و مردم همه فکر میکنن مال خودشونه، در صورتی که مال همه است. علی آقا، تا حالا عاشق شدی؟ بله. عاشق؟ عاشق که نه، ولی اگه منظورتون دوست داشتنه، خب چرا؟ یکی خیلی دوست داشتم. کی؟ کتی. خیلی دختر خوبی بود، خانم، زیبا، با ادب، خوشگل. بعد من اینقدر بهش محبت کرده بودم خیلی لوس شده بود، میدونی. خب ما دو سالی با هم زندگی میکردیم تا اینکه حامله شد و شکم اولش هم 5 تا بچه زایی، یعنی دوتا پسر، 3 تا دختر، که پسر اولی هم همون موقع خورد که من پریدم که بقیه بچه‌هاشو نجات بدم، نخوره پرید چنگ زد و دیگه دعوامو شد و زد و فرداشم از اونجا رفت. گربه ها بیوفان، میدونی. شما چی، تا حالا عاشق شدین؟ شامتو بخور. علی آقا چرا ماشین نمیخرید؟ ماشین؟ حقیقتش من رانندگی بلد نیستم، میدونی؟ اگرم بلد بودم پول نداشتم که بخرم. شما خیلی آدم خوبی هستی علی. لطف دارین، ممنون. فقط یه ایرادی دارین، اونم اینه که خیلی دروغ میگی. دروغ میگم؟ بله. اگه اجازه بفرمایید من همین بغلا پیاده میشم. نه خیر، میرسونمتون. شما خونه ما رو بلدین؟ اشتباه میرم؟ نه دقیقا دارین درست میگین. امارم که بلدی حول نشد. سه اومدم براتون گردونم کارگاه، خودتون برگشته بود. مانی کنه ایمو؟ عیبی داره؟ نه عیب نداره. فقط توی اتاق من رفتی؟ میشه آدم سرشو بندازه همینجوری بری تو خونه کسی؟ نه تازه فکر نمی کنم اتاق چیز جالبی هم داشته باشه. حتما یه قفسه کتاب و میز و قالیچه و خرت و پرت و تخت و چیز هست دیگه. اینا رو حد زدین؟ حتما درسته؟ دقیقا. خب اتاق دانشجو همه مثل همه. من که دانشجو نیستم. اه؟ خب برو دانشگاه، بهت میاد. بهت میاد اقتصاد بخونی، حقوق بهتره. نه فلسفه، فلسفه خیلی بیشتر بهت میاد. دیگه برو بفهم. حالا چرا فلسفه؟ هر اینکه قیافت یه جوریه. بچه ها چی میگن به؟ شوت؟ علی شوتی. علی شوتی. فلسفه شوتی کار نمی کنه. زندگی خیلی چیز ساده‌ایه. آدم اگه یکی دوست داره خیلی راحت میتونه بهش بگه. خدافظ. سلام دختر خوشگل من. سلام، چه خبره؟ چطوری؟ خوش دید. چه خوشحالی. نقشه رستم فروختی؟ نه خیر، تیشه فرهادو خریدم. سلام. سلام، چطوری؟ مرسی. پایین بودی؟ نه، چه خبره مگه؟ قرار واسه رحم خواستگار بیاد. راست میگه؟ بله، بفرمون خودشون بپرسین اومدن. دخترمون اهلن. چی میگن اینا؟ میگم همون مهندس هست مخابرات بهت گفته بودم. سلام همه. سلام، ایشالله که باشه خوشحال باشی همه چون. بفرمایی یکم یه من مشغل برم اینا بشارم یه خود راحت بشه. خیلی خوب، حالا شما خودتون بنویسی عیبی نداره. خوب که خوب همین دیگه. پس آقا مهندس مخابرات.
بله من میگم یه فیش اینقدر برو بیا نداره. بله مریم حالت خوبه؟ خواستم این حالت خیلی خوبه. چی بخوای؟ کارتین تدریس دادی؟ فوزو رفتی سر کیف من؟ حالم خیلی هم بده. با بیبرم پت کار دیگه ای باید داشتم. چی میگی تو؟ یه خانم از اونجا به اسم خانم فرهانی؟ فرمانی؟ آره گفت صبح به من یه زنگ بزن. نوی چیه؟ بیا یه ساعت بیشتر نشه. چه خیلی مریم پرچم یاد نره بیا یه بابام قرار گذاشته. حتماً من برم دیگه قرب میزنه. قربونت برم. باشه قربونت برم. خدا حافظ. الو بفرم. خان فرمانی من مریم هستم. سلام خانم. سلام صبح بخیر. سرخیز شدی علی آقا؟ علی آقا؟ علی آقای فرشته؟ بله خانم. یه لحظه تشریف بیاریم بالا. چشم. بله خانم. شما صبح خیلی زود اومده بودین؟ من بله دیشب در واقع بدخواب شده بودم مثلا همین صبح زود اومدم. قبل از شما کسی اومده بوده؟ نمیدونم. نه این گلا رو شما آوردین؟ من؟ نخیر من رو همم خبر نداره. نمیدونم اگه بد بوده خب ببرمش بیرون. نه خیلی هم خوش بوده. میخوام ببینم سلیقه کی بوده. نمیدونم خوب نبوده سلیقهش. چرا خوب بوده؟ میخوام ببینم کیه. نمیدونم این روزا دوروبر من اتفاقای عجیب غریب زیاد میفته. مثلا دیروز رفتم تو خونه میبینم تو اتاقم یه بوی غریبی میاد انگار یه کسی اومده باشه تو اتاق آدم. البته تو فلسفه مشروطی این چیز عادیه. مثلا همین گلدون خیلی عجیبه. تو فلسفه شماها اگه یه دختری بخواد کار نکنه امروز بره بیرون امکان داره؟ بله امکان داره. البته بستگی داره که کجا بخواد بره. در واقع یه جای ارزون تر باشه خب مثلا من وسعمون میرسه که. من میخواستم راجع به یه موضوعی منو راهنمایی کنم. خواهش میکنم. بله راستش من یه دوستی دارم صحیح که یه پسری اینو 2 سال دوست داره. عجب. ولی تو این 2 سال صداش در نیومده. شما فکر میکنی با من یه مرد این آدم چرا هیچی نگفته بود؟ به نظر من یعنی در واقع من اینجوری استنباط میکنم که ممکنه پسرت میترسه. میترسه؟ بله. از چی میترسه؟ نمیدونم شاید میترسه دختره بهش بگه نه. چرا بگه نه؟ برای اینکه دختره موقعیتش فهم میکنه هم خیلی پول دارن هم خیلی خوشگله هم اینکه خانواده داره. از کجا میدونی؟ نمیدونم حدس میزنم میدونی؟ یعنی خب در واقع این همین مسئله مشابه برای یکی دوستای من پیش اومد که اونم یه دختری رو 2 سال خیلی دوست داشت و بهش نمیگفت. چرا دوستش داشت؟ چراش که مفصله میدونی؟ یعنی در واقع این دوست من چجوری بگم میتونم بشینم خیلی سخت داره میدونی گفتنش به این راحتی هم نیست. خب بگو. این دوست من یه مدت حالش خیلی بد بود از همه دنیا بریده بود. یه روز حیرون را میفته تو خیابون میرسه به یه آنتیک فروشی. یه آنتیک فروشی قدیمی پر مجسمه.
نگاش میفته به یه مجسمه فرشته. یه دفعه میبینه یه دختر از پشت اون مجسمه میاد بیرون. یه فرشته، یه فرشته واقعی. نمیدونم چی شد که دختر خندید، پسرم خندید، بعد دختر میره دنبال کارش، ولی پسره دنبال کارش نمیره، میره دنبال اون. خب بعد الان 2 ساله که عاشقشه. خب چرا بهش نمیگه؟ خب میترسن همه چی خراب شه. چرا خراب شه؟ آخه دختری یه عالمه خواستگار داره. خب داشته باشه، شاید به یه چیزای دیگه فکر میکنه. مثلا چی؟ شاید دنبال اینه که یکی واقعا دوست داشته باشه. داره؟ نمیدونم. خب بالاخره باید یه جوری نشون بده. ثابت میکنه. بفرمایی بیا تو. من نمیام. آخه بابا دفعه اول زشت اینجوری کسی خونه کسی نمیره که. سلام پدر. علیکم سلام. سلام هست. ما بیرون بودیم، گفتیم نهار بیاریم خونه. میبخشید اگه میشه از علی آقا پذیرایی کنین تا من بیام. تعارف نکنین خواهش میکنم. دیگه چی؟ بفرمایین علی آقا. چشم. بروتون. سلام. ایبا شما چرا اومدی خونه؟ نکن میسوزی جان من. نهار یه چیزی داری میگه چطور مگه؟ مهمون داری. من در واقع به اصرار مریم خانم خدمت رسیدم، وگرنه مزاحم نمی‌شدم. با اجازهتون من بشینم اینجا. اوه لازم نکرد اینجا بشینی، همه جا رو کثیف می‌کنی. لب همون صندلی بشین، مواظب باش کثیف نشه. به چیزی هم دست نمی‌زنی تا من برگردم. ببینم کی به تو اجازه داد این پسر جلنگار پاپتی رو بیاری اینجا. آقا شما چرا فریاد میکشی؟ چی آیسیس؟ من به تو میگم ماهی پسر حق نداره حرف بزنی برش تا چه آوردی تو خونه؟ اجازه بدین الان توضیح میدم. بفرمایید توضیح بدی. ببینید پدر جان، راستش من میخوام باهاش ازدواج کنم. با علی سودی؟ چی؟ شما خیلی چیزها رو نمیدونید، بذاریم براتون بگم. پسرم علی جان، عزیز من، بالاخره نفهمونی حال شما خوبه انشالله. واقعا این که خوشحال بودم. میبخشید مزاحم شدم. بفرمایید خواهش میکنم. ممنون. چرا اینجا بیا عزیز من؟ کسی بشه باید اون بالا بشینی. برو عزیز من، برو بشین، برو بشین. تو جات روی سر منه. خبرها رو که اینجوری به آدم نمیدن که. آخه فکر قلب منه نمی کنی دختر؟ میخوای بگم بریم؟ نه نه کجا بریم پسر، به این خوبی. ای بابا فقط یه خورده گوشت ماهی بذار که یه غذای مرتب درست کنم. مادر زنگ بزنم مامانش اینا بیان دیگه. چی؟ نه مامانش اینا نه، من مرتب نیستم که. مامان من قول دادم بعد آشتیشون بدم. گفتم نه. اینجا که جای شماست، بفرمایید. من همینجا راحتم. عزیز من هست. آخه دید درست. بفرمایید خواهش میکنم. بفرمایید. کاملا راحت باشید. در دل خودت. من. دستتون درد نکنه، خیلی نهار خوشمزه بود. اگه اجازه بفرمایید بنده دیگه رفع زحمت کنم. خواهش میکنم. مگه من میذارم شما تش ببریم؟ بفرمایید. بنشینم. آخه یه سری کار دارم، کارگاه باید دارم اونا رو انجام بدم. کار چیه؟ ول کن یکم به خودت. چه نمیان مادر؟ چقدر کار؟ لطف داری شما، ولی
ظاهرن مهمانم دارین شما، منم شرایط هم مناسب نیست، میدونی که اگه ازو اومده کی؟ نگران نباش، غریبه نیستم. سلام. سلام دخترم، کجاست؟ علی؟ حالت خوبه مادر؟ ما رو فراموش کردی؟ به خودت نمیگی من بدون تو میمیرم؟ علی جان، علی من ببخشم. جناب یزدانی، علی تنها فرزند منه. مادر دست کنید. با نبود علی تو این یک دو سال چه میبینیم از ساله من چیزی زشت اینجا. بیا زدن بخواه. قول بده بیای خونه. چشم میام. قول میده بخواه. قول دادی ها؟ باشه بخواه. این دیگه کیه؟ بازم دعوتی داری؟ نه نمیدونم، من کسی رو نگفتم. بیا صاحب خونه، کجایی بابا؟ در رو چرا باز نمی‌کنی؟ سلام مصطفی جون، حالت چطوره؟ خوبم. عبجی مستن؟ بله بله. ببینم مصطفی، این ماشینی دم در مال کیه؟ والا ای بابا ببینم، ماشالله. سلام علیکم. به به به، اینجا انشالله خبرهای خیره. ایشون خان داداشم هستن. سلام علیکم. سلام عرض کردم، قربون شما، زنده باشین. سلام. ده اینو که اینجا را داده، نکنه آمدی بزنی این بره سر منم بشکنی. چی اینو اینجا را داده؟ من ما هستم. ده از کی تاله مهمون شد؟ آقا مصطفی ببین مصطفی، بله. من امشب دخترم. ببخشید ما الان میایم خدمتتون. بابا من امشب خواستگار میاد واسه دخترم. اگر اینجا باشه زنگ میزنم جربش بکنن. بابا خواهش میکنم آقا بفرمایید. برای دختر برادرم قرار خواستگار بیاد، اینه که خانداداشم آشفته احوالن، ببخشید. آخ گفتی خواستگاری، دلم خون شد. چرا خانم؟ به پدر علی گفتم اگر هفت آسمونم بگردیم دختری مثل این دختر نمیتونیم پیدا کنیم. گفتم الان که داریم میریم اونجا بهتر سر صحبت رو با این خانواده باز کنیم. به خدا قسم خانم، من منت دختر شما رو میکشم. باور بفهمی روز اولی که من ایشونو توی دفترم دیدم گفتم که علی جون حق داره که سر به کوه و بیابون میذاره. تو دفتر کار بابام هم رفتی ها؟ به 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 به، مصطفی جون اینو بگیرینم. آقا منو ببخشید، چه آقایی چه پسری. باور بفهمید خانم، ایشون یه پارچه آقان. خیلی ممنون. آها من ایشونو با یه علی دیگه که خیلی شوت بود عوضی گرفتم. علی آقا ببخشید، معذرت میخوام. ببخشید من بلنشی مادر، باید بریم. کجا بریم مادر جون؟ من تازه میخواستم از مریم خانم خواستگاری کنم. گفتم باید بریم، بریم پدر. مریم چرا همچین که؟ بیادم سلام. شما چند سال اینجا بودید؟ 13 سال. سلام. سلام. بریم سر کارتون. سلام عروس خانم. سلام. بخواه. مبارکه. حیف شد، خیلی دلم خواست دیشب بودی. ببخشید نشد، منم خیلی دلم خواست باشم. امری بود؟ بفرمایید. لطفا این حساب کتاب من رسیدگی کنید، باید برم. کارای نیمه کارتون که تموم شد، تحویل مشتری دادین، میتونین تشریف ببرین. عرض کردم باید برم، جواب مشتریام هم خودم میدم. شما اجازه نداری به کار من دخالت کنی. نغمه دفتر حساب این آقا رو بیار. چشم. مریم جان اگه کار داشتی من بیرونم. Thank you.
بدی من خودم حساب میکنم. بده من ببینم پررو شده واسه من. برو آقا وایسا. حساب شما میشه 475200. بانک همین بغلی. حامل. لازم نکرده چک بنویسین. خواستم ببینم بدهی به شما دارم یا نه. همین. هو وایسا. لازم نیست بذر رو بخشش کنی. چک تو میگیری بعد هر گوری خواستی بری میری. خواستم نخور گورستون میرم. ولی بذار یه چیز رو بهت بگم. با این بچه بازی که در وادی گند زدی بزنی که من و خودت و همه چی. من گند زدم یا تو که دو ساله داری زندگی منو دزدکی میپای؟ تو کجا پیش رفتی؟ تو اتاقم، دفتر کار بابام، خونم، خانواده‌ام، خواستگاری که چی بشه؟ دو سال تمام عاشق بودم صدام در نمی اومد. یه شبه همه چی رو خواستی به نفع خودت تموم کنی؟ به چه قیمتی؟ تو عاشق بودی بچه سوسول پولدار؟ اگه مرد بودی حرف میزدی. دو سال چه بیدی یه نموش کور و پای سنگ میتراشی. برو گم شو، ریختتو نمیخوام ببینم با اون کلات. لازم نیست تو بگی، خودم برای همه کار میکنم. بگردی میترسم ازش. شما کار زندگی نداری با میتونه حرفای مردم رو گوش میدی؟ بری دیگه. چه خبر اینجا؟ آقای رسولی که داره داد میزنه؟ اینجا محل کار ما. علی فرشته چی میگی؟ ها؟ این آقا رو کی را داده اینجا؟ مشرد جام؟ این آقا دیگه اجازه نداره بیاد اینجا. بیرون. تو خراب کردی به بچه هستم. من اصلا دوستش ندارم. دارم دوستش دارم. صدای وامون داره خودو کمش خواست کارم رفت. خب شما دارم ای بابا، این از پسرم، اونم از دخترم که تارک دنیا شد و غنبرک زده. یکی نیست به این دختره بگه که آخرت از تو اتاق نشستن که کاری حل نمیشه که بچه جو. بس که احمقه، بس که بیشعوره. دستی دستی پسرار پرداد رفتنم خواستگار به این خوبی رو. بگو میخوای اخراج کنی؟ حسن رو اخراج کن، نقی رو اخراج کن، تغییر رو اخراج کن. به علی چی کار داشتی؟ سلام آبجی. سلام خانده داشت، خوش خبر باشی. خوش خبر باشی، مرزبا چه داره؟ الحمدلله زنده باشی. ببینم مریم کجا؟ هیچی، اتاقش قنبرک زده. یعنی چی؟ من خواهم بگم باشی نعمه خرید، بریم در بزن ببینم بابا. چه چرا در باز نمیکنه؟ من که گفتم خودش تو اتاق حبس کرده که. بی کنار بیدم. بفرمایید. دایی جان، منم جلال بابا. در رو باز کن بابا. میخوایم بریم برای نغمه خرید با خانواده دوماد. من که چیزی از خرید سرم نمیشه. مادرت هم همینجور. نغمه هم که بیل میتونم. خانده تنها چیزی که هست تو از خرید سرت میشه بابا. تو بلدی چونه بزنی، تو جنس میشنستی. دایی جان، یه به دختر دایید کمک کن. اون یه قد دیگه که. بیا بریم آقا. بیا بریم. نال ریتورنرا
قشنگ عمه. بله. همه کارو مریم کرد. این انتخاب خودم بود. یه دقیقه صبر کن ببینم. مریم همش حل شده اینقدر انتخاب کنه. خیلی خوب. بده به بابات. من گفتم بابا بده ببینم. خرج کنه. خیلی قشنگه. کارا چه سمی. مبارک جلال جان. سلامت باشی مصطفی جان. مبارکت باشه ان شاء الله. به پای هم پیر بشید. مصطفی. ان شاء الله سپید وقت بشید دخترم. نظر منم خیلی قشنگه. دیگه چی کنید؟ چرا خریدی؟ اوه، من چیزا خریدم، حالا بعدم بعدتون میشه. یکی یکی همه رو بهت ببینم ها. باش. آره. نوی جان، در وا کن ماما. بودو. سلام. علیکم. چطوری؟ سلام. سلام. هیچ کی بچه تو کور بکنه؟ سلام. حال شما چطوره؟ خانم خوش اومدید. مبارک. مرسی، متشکرم. خوب بودم. نوشته مبارک. تو حرف نزن که اصلا بابا کار ندارم، یعنی این در از دل خورم خب خوب خوشم. بیا این دکتر رو ببینید. خیلی خوش آمدید. خیلی خوش آمدید. آقا شما بچه داری میشین شیرینش باید ما بدیم. شرمنده نکنید. اسمش چیه؟ فرشته. اسم قشنگه نه؟ ای الهی عزیزم، اسمشو میخواییم بذاریم الهی. ای جونم الهی خیلی هم آره الهی قشنگتر. تو بیا من باید کار دارم. ببین از وقت نیومدی کار دارم. این دختره زهرماریه هست. زهره خب ببین همش به خونه این پسر زنگ میزنه، هی یه جورایی میخواه خودشو بچسبونه به این پسره. پسره کیه؟ علی. من خانم پسر خوب رو زمین نمیمونه، علی حفظ شد. تازه اینجا رو داشته باش، به همه گفته میخوام برم خواستگاریش. چی؟ خواستگاری علی؟ بله علی. خانم دور زمونه عوض شده، این روزا قحطی شوهره. بیا پسره واسهش حلاکه، دختره نشسته تو خونه گرگار انداخته به جون پسر. این حرفا چیه میزنین؟ اصلا به من چه ربطی داره؟ ده ده هرچی من هیچی نمیگم بلکن نیست. دختره احمق، مگه دیوانه شدی؟ پسره که تو رو میخواد، تو هم که از اون بدت نمیاد، دیگه این عده اصولا چیه؟ ببینم مگه شماها نبودین که میگفتین فرقی بین دختر و پسر نیست، عشق باشه همه چیز حله؟ ها؟ آقا مصطفی چرا نشستی؟ جلال ول کن تو رو خدا. بیشم بابا تو هم چی رو ول کنم؟ ببینم تو نشستی که این شازده پسر بره با اون دختره ازدواج کنه ها؟ اگه اینقدر احمقه خوب بکنه؟ غلط میکنه. ببینم نیلوفر خانم، این دختره کی قراره بره خواستگاری علی؟ همین امشب. بابا پس من با این حالم واسه چی اومدم اینجا؟ برین یه کاری بکنید. شما همتون ملت حرفین. حرف حرف حرف. نغمه. بله بابا. بپر برام کمربند مشکی منو برد بیار. کمربند واسه چی خانده داشت؟ مگه شما نمیخواستین من بفهمم که دختر میره خواستگاری پسر؟ خب حالا فهمیدم. قرض از مزاحمت امر خیره. راحت تر بگم، اومدیم خواستگاری. خواستگاری آقازاده شما برای دختره بود. البته نه به این شوری شور، واقعیت اینه که بچه ها به هم علاقمندن، اما خب تو رو دروازی افتادن. ما بزرگترها باید پا پیش بذاریم. گل گفتی خانم، حرف دل منو زدی. یک هفته تمام زیر پای این پسر نشستم که علی اگه تمام عالم رو بگردی دختری مثل مریم نمیتونی پیدا کنی. دردت چیه؟ پاشو بریم خواستگاری. حرف نمیزنه. ما دل شیر داشتیم خانم، همین عیال بنده. نه رفتی نه آمدی نه صحبتی نه نامزدی نه چیز. یه جلسه خواستگاری ترتیب دادن، پاشدیم رفتیم به اتفاق مرحوم مادرم خدمت شد. دیدن پسندیدن گفتن خوبه، ما قبول کردیم. ما به نصیب و قسمت عقیده داشتیم. اما اینا نه. آفرین به شجاعت شما جناب یزدانی. آفرین. معلوم میشه که سرنوشت دختر شما براتون خیلی مهمه که تشریف آوردید منزل ما. اکبر آقا برو چای شربتی چیزی. جناب یزدانی واقعا اگر اینا قبول کنن بهترین جشن رو در بهترین هتل های شهر میگیرم که زبان زد بشه. شما که میدونید ما دختر نداریم،
اگر مریم خانم عروس ما بشن خودم و همسرم زیر پاش جواهر میریزید. خب پس مبارکه. ببخشید چی مبارکه؟ خب همین خواستگاری و عروسی و این حرفا دیگه. پس فرمالیته نیست، قضیه جدیه. این حرفا چیه میزنی علی آقا؟ شما فکر میکنی که ما انقدر بیکاریم؟ خب معلومه که جدیه برادر من. خب پس اگه جدیه من دلم میخواد خواستگارم یکم برامون حرف بزنه. ماشاءالله چقدرم خجالتیه. من زن آدم خجالتی نمیشم اما گفته باشم یه چیزی بگو. فکر کنم ایراد از مبل و صندلی باشه. اصطلاحا من میگن که صندلی خواستگارا خجالت میاره. علی آقا نداشتیم ما. داری دند معکوس میزنی برادر. ما که گفتیم قرض امر خیره. کسی نگفت شره. منم حرف بدی نمیزنم. بالاخره اومدین خواستگاری من، این حق منه. موضوع جدیه. مگه من عروس نیستم؟ خب بعد نظر آقا داماد بدونم. آقا داماد میخوان از این چادر گلگلی یا سرم کنم بیام خدمتتون؟ یا دوست دارین براتون چایی بیارم؟ به یه چیزی بگو آقای داماد. آهان، شاید وقتی فهمیدین وضع من خوبه به من علاقمند شدین. بوی پسر پولدار شنیدین و طلا و جواهر و ماشین و... نه خانم محترم، من نیستم. ببخشید وایسا شازده، بزرگتر نشسته اینجا. تو اگه دردی داشتی یه دفعه به خودم میگفتی خلاص. لازم نبود انقدر او رو اطفار بیای آبرو ریزی کنی. از چی میترسی تو؟ من اگه دنبال طلا جواهر بودم هزار تا پولدار رو رد نمی کردم. بوی پولت منو نکشونده اینجا. من فقط به خاطر این اینجا. من اومدم خواستگاری شما. به احترام بزرگترها خواهش میکنم بشینین، اگر سوالی داریم بپرسین. این درست شد. خب شاد اومد. شما هیچ میدونی من خواستگار زیاد دارم؟ ها؟ شما اصلا کی هستی که به خودت اجازه دادی بیای اینجا خواستگاری من؟ بله. علی آقا تو نرو. آقا من معذرت. آقا بریم جای ما اینجا. آقا خواهش میکنم بشینید. آقای فرمانی شما کوتاه بیایید. دایی جان مگه نیومدین خواستگاری؟ صبر کنین جوابتون رو بگیریم بعد بریم. استدام کنم بفهمید. بیا بشین. شما نمیدونی من کیم؟ بله خب من مریمم، مریم یزدانی، لیسانس معماری، شغلم مرمت آنتیکی، 29 سالمه، از یه خانواده آبرومنده. خونه بخوای میخرم برات، ماشین بخوای میخرم برات، همه یه وجودتو جواهر میگیرم. حالا چی میگی؟ نه جواب من منفیه. اجازه بدین به تو گفتم نه که بفهمی وقتی به خواستگارات میگفتی نه چه حالی میشدن. سردسته یه جماعت شدی، هی سخنرانی میکنی، با آبروی خودت و خانوادت بازی میکنی که چی؟ که چرا پسرها نمیرن خواستگاری دخترها؟ حالا دخترها برن خواستگاری پسرها؟ خوبی که دلیلش روشنه. پسرها نمیان برای که شما دخترها ناز دارین، ادا دارین، هزار جور توقع دارین. از کجا بیارن؟ امثال علی شوتی از کجا بیارن که برای شماها خونه بخرن، ماشین بخرن، هزار جور خرت و پرت دیگه بخرن؟ خب نمیتونن. میرن میافتن یه گوشه دق میکنن. سرکار خانمم که شجاعت به خرج دادین و تشریف آوردین اینجا واسه اینی که اومدین خواستگاری پسر فرمانی، علی فرمانی، نه علی شوتی. تو به علی شوتی محل سگم نذاشتی. علی آقا اجازه بدید دایی جان. شما فکر کنید من خوشحالم از اینکه این دختر اینجاست؟ من یه عمر خونه دل خوردم، نشستم گوشه یه اتاق تاریک شب و روز فقط نگاش کردم. این دختر برای من عزیز بوده. شما میخواین ناراحت بشین میخواین نشین. این دختر برای من مظهر صداقته، مظهر پاکیه، مظهر عشقه. برای چی باید من چی کاری بکنه؟ برای چی باید برانشه بیاد اینجا؟ چرا؟ ما آوردیمش، اونم به زور.